ابتدا هم باید یک مورد خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز عرض کنم که اگر گروه ما تکمیل نشد، آقای پروین و سایر دوستان که قرار بود به جمع ما و خانواده به جمع ما اضافه بشن، از ما پرسیدن چرا جمع مردونه است، گفتیم خانوم هم هستن، منتها یه روز پس و پیش شد. ما دیروز باید میامدیم برای ضبط، به هوای این نظرید که اونا خدای نکرده بدقولی کردن یا بی احترامی کردن، برنامه به هم خورد و لذا با همین تعداد اومدیم. عذرخواهی میکنم از اینکه اکیپمون تکمیل نشد. اما من یه خاطره دارم، شاید حالا تلویزیون گفته باشم بد نیست شما بشنوید، خاطره واقعیه بدون اینکه یک سر سوزن این بر اون بر باشه. اما تقریبا 30 چند سال پیش بود، من برای اولین بار تو سن 19 سالگی دعوت شدم به تیم ملی. خب اولین بار تیم ملی، محلمون تیم ملی، از اون پایین تر از محل ما که طرف های امامزاده حسن بود آقای فرکی انتخاب شده بود، دعوت شده بود، ما هم از این ور دعوت شده بودیم، پل امامزاده معصوم و طرف های دوخانیات اولین بار دعوت شدیم تیم ملی. حالا جزء 40 تا برای اولین بار دعوت شدیم. تو محل همه تبریک به من میگفتن. اولش هم که من اومدم غرور نداشتم، کم کم دیدم همه دارن از من تعریف میکنن. هر جا میرفتیم سلام علیک کردم، منم اول سلام علیک کردم، دیگه یه ذره که گذشت دیگه فقط یه اشاره میکردم، دیگه خیلی تحویل نمیگرفتم. طاق نصرت زدن، گفتم بابا چرا همه میخوام با من سلام علیک کنن. خیلی خیلی غرور. دیگه بابا مسابقه بود تو محلات، محل ما رفته بود با محل امامزاده حسن بازی کرده بود با حالا امامزاده حسن به این دلیل نام میبرم که بازیکنای خوبی به این جمله دوست عزیزم آقای فرکی تو اون تیم بود. تیم ما در غیاب ما رفته بود اونجا مساوی کرده بود. این دوروری های تیم هم اینا که طرفدارای دو آتیشه هستن، بیشترش هم فک فامیلای خود من، گفتن وایسید تا بفرستید فیروز از اردو بیاد، این بهتون میفهمونیم. برگشت، برگشت شد روز موعود، ما آمدیم رفتیم توی زمین. خب تیم ملی ساده که نیست که، همه رفتن جورابا رو پوشیدن، جوراب سفید، من واسه این که بگم فرق دارم با بقیه جوراب سبز پوشیدم. اومدیم رفتیم مسابقه شروع شد، طرفدارا هم داشتن همدیگر اونا این ور با همه آماده با چوب و بیلو همه وایستده بودن که بریزن هم دیگر بکشن به خاطر شوقی که من داشتن. من فیروز اومده، بازی شروع شد، زمینم 9 نفره، من دفاع آخر بودم، خیلی هم خوب میپریدم، توپو دادن عقب، اومد زیر پای من. من گفتم بذار بفهمونم به این جمعیت من تیم ملیم، فرق دارم با بقیه، با پاس بزنم، پاس بدم. فوروارد دوید طرف من، از لای پام با پشت پا اومدم بدم گلر، گلر هم اومده بود پشت من، تو یه تیکه رفت تو گل. همه گفتن چی شد؟ چی شد؟ این گفتن که جبران میکنه. ما هم رفتیم توپ آوردیم به جمعیت، گفتیم که بازی بازی شروع شد، کاشتیم وسط شروع شد، 2 دقیقه بعد سان کردن طرف دروازه ما، واسه این که روی اونا رو کم کنم خیلی خوب میپریدم. فوروارده پرید سر بزنه، عروسترش رد شد، من پشت سرش استوبسینه کردم، لامصب توپ خورد اینجای من افتاد، تا بیام پایین دست بزنن اومدن تقی زدن تو گل. گفتن چی شد؟ نشون به اون نشون که سومی سوتی من، چهارمی رو خوردیم، یه دونه زدیم، پنجمی 5-1 باختیم. طرفدارا دیگه اونا رو ول کردن، ریختن اونجا که ما یه گوشه زمین لخ شده بودیم با بیل و دست بیل و کلنگ، گفتن این صاف کرده با اونا، میکشیمش. دیدم دارم میکشم، فک فامیلا رو صدا کردم، گفتم که بچه ها منو استتار کنید. تو سر پل امامزاده معصوم همه میدونن اون ور خیابون زمین میلان بود،
اون بر خیابون یه ذره اونورترش حمام عمومی بود که ما اینجا بازی میکردیم، زمین خاکی میرفتیم حمام عمومی. دیدم دارن میان به قصد کشتن. گفتم بچه ها گفتیم چیکار کنیم؟ یکی از بچه ها گفت هوله رو بندازیم سرمون، نشناسم فیروزو. هوله رو انداختیم سرمون، اینجوری اومدیم رد شیم. گفتن اونهاش اون نامرد جورابش جوراب زودم آقا زود جورابا رو همه در بردیم. گفتن خدا من فقط خدا رو شاهد بگیرم اگه یک سر سوزن این ور اون ور بگم، زبان روزه هم هستم والله، اگه یک سر سوزن این ور اون ور بگم. بعد گفتن قد بلنده، این قد بلنده، این قد بلنده. ما اینجوری کردیم از بغل همینجوری اینا اومدیم رفتیم اون ور خیابون، رفتیم حموم عمومی. بچه‌ها منو فامیلا هول دادن تو حموم عمومی، گفتم برو حموم عمومی ما رفع و رجوع کنیم، کارا رو به هم دیگه نزنن، هم دیگه رو بکشن دو تا طرفدار. گفتم خدایا شکر چی شد با دو تا دوستان بودیم. گفتم چی نفهمیدیم چی شد، آخه تیم ملی ما بودیم، من اصلا نفهمیدم چی شد. داشتیم حرف زدیم یهو دیدم گفتن که ریختن سر صدا اومد، گفتن این بی شرف بعد از دوش گرفتیم میریم خونش کاردیش میکنیم. دیدم اومدن تو همون، هرچی گشتم این ورون ور دیدم هیچ راهی ندارم. 6-7 دوش بود، من رفتم تو این دوش. یه آقا پیرمردی هم اومده بود پشت در، هی میزد به در. آقا نمیتونیم بگیم بابا ما در رفتیم، گفتیم اهن. آقا دام اهن. از اون زیر هی نگاه میکردم ببینم که چه خبره بیرون. اونا هم میگفتن دیدم 40 درشت همم در و داغون. گفتن که این با اونا بسته بود، میخواست که ما خراب بشیم. داستانشو میدونیم چی، به حضرت عباس این تیغ اگر تیک تیکش نکرد خودشو میزد. یار ما هم از اونجا نگاه میکردیم اون زیر میلرزیدیم، هی نگاه میکردیم از اون زیر، هی هم این در میزد گفتیم این هین داداش این هین، هی در هی در هی در هی در. اینقدر وایستادیم 2 ساعت آبم از اونجا باز، ما هم هی از اون زیر نگاه میکردیم. یه چیزی شنیده بودیم که خدا اونایی که غرور دارن پوزشونو به خاک میماله. این داستانو ما از قدیم شنیده بودیم. خاک من از اون زیر هی نگاه میکردم، مگو صورتم به این آب جوش داره میساوه و به کف اون دوش. هی نگاه میکردم اونو تا آخر سر، دیدم آخرین نفرم رفت. زود پریدم بیرون بدون این که دیگه چیز کنم، لباسامو پوشیدم، تاکسی گرفتم، گفتم دربست خونه، آدرس خونه دادم. دیدم خدایا سر صورتم بدجوری داره میسوزه، ولی متوجه نشدم. به یارو گفتم آقا من این آینه رو گرفتم و دیدم لب و لوچه و گوش شده انقدر شده از بس ساویده بودم اونجا ساویده بودم. رفتم تو خونه، مادرم خدا بیامرزه گفتش که چی شد؟ گفتم که غرور بود. شما گفتی مادر همیشه غرور نداشته باش، پوزت به خاک مالیده میشه، ولی به من نگفتی فقط خاک نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست که پوز ما. واقعیتی بود که برای من حادث شد. به همه ورزشکارای جوونمون توصیه میکنم که